به نام خدا سلام و درود نوری هستم و با این آموزش هش کردن پسورد در سی شارپ طبق داکیومنت مایکروسافت در خدمت شما عزیزان هستم خب بریم سراغ ویژوال استودیو مون من برای اینکه دی جی ها و موارد نامرتبط با بحثمون نشیم محیط کنسول رو انتخاب کردم خب همونطور که میدونید محیط کنسول یه متد مین داره متد اجرایی برنامه هستش و این دو متد هم هش پسورد و وریفای پسورد هستش یعنی به عبارتی برای عضویت کاربر استفاده میکنیم از این متد و این هم برای ورود کاربر تا ببینیم چه پسورد هش شده یه چی هست یا نه همونطور چه میدونید هش ها برجشت ناپذیر هستند یعنی مثلا ما نمیتونیم بگیم که این پسورد رو این کاراکتر رو فلان کاراکتر رو پس هش کن خب بعد با یه متد دیگه بریم که اون رو بهم بده پسورد اول رو بهم بده این کارو نمیتونیم بکنیم خب توی این متد مینمون گفتیم اینتر پسورد رو برامون ساب کن تا کاربر بدونه چه باید یه پسوردی وارد کنه بعد همون پسورد رو توی متغیر پسورد نگهداری کن اینجا هم چه گفتیم هش پسورد رو صدا کن این متد رو صدا کن به عنوان پسورد و به عنوان ورودی اول پسوردمون رو پسورد ورودیمون رو بهش پاس بده و اینجا هم چه گفتیم رندوم ای رو کن و بهش بده خب اینجا خرودیمون به صورت بایت هست اینجا گفتن تو استرینگ کن تا بتونیم نمایش بدیمش خب کل این خط این بود و هشمون اجرا میشد هش, می هش پسوردمون اجرا میشد بریم داخل هش پسورد ببینیم چه خبره تا اینجا تا این خط ما فقط چند تا متدی رو البته نه چند تا متغیری رو تعریف کردیم خب چه دریویشن رو متغیری تعریف کردیم با نام پی آر چه نوع رمزگذاریمون هست چه ما SSA اس, اس ای 256 بیتی گذاشتیم میتونید تغییر بدید 512 بیتی هم بذارید مشکلی نداره ما 256 بتی گذاشتیم خب بعد اینجا تعداد دفعات اون اجرا شدن رمزگذاری رو نوشتیم 100 هزار بار باشه بعد خروجیمون تعداد خروجیمون تعداد بایت خروجیمون رو اینجا تعریف کردیم که 256 بیتی باشه یا 32 بایتی و اینجا سلت سایزمون هستش 128 بیتی گذاشتیم سلت سایز چیه؟ برای اینکه این رو توضیح بدم این رو چند بار من کپی میکنم خب ببینید کپی کردم همون پسورد ورودی رو به همشون دادیم یه بار اجرا میکنیم من به عنوان ورودی بهش دوازده میدم ببینید همه اینها اجرا شد درسته ولی اگه دقت کنید این هش ها با هم یکسان نیستند این کار سلط ما هستش چیکار میکنه وقتی دو تا کاربر میان و یه رمز عبور یکسان میدن شما دیگه توی بانج اطلاعاتی پسورد های هش شده یکسان نمیبینید برای امنیت بیشتر هستش من این رو پاش میکنم خب این کار سلتمون بود اینجا گفتیم که اون رندوم این چه ایزا چردی رندوم نام به چیزا چردی تبدیل کن به بایت و بریز توی سلتمون سلت 16 بایتیمون بریز بعد توی این خط ما اومدیم گفتیم که از این کلاس کیدریویشن این متد رو صدا کن خب این متد رمزگذاری رو صدا کن به عنوان پسورد پسورد رو دادیم سلت رو دادیم نوع رمزگذاری رو دادیم تعداد دفعات تشرار رو دادیم و بایت خروجیمون تعداد بایت خروجیمون رو دادیم بش. توی این خط ما پسوردمون رو رو به صورت هش شده داریم بقیه موارد برای اینه که ما بتونیم وریفای کنیم چطور بتونیم وریفای کنیم ما دیدیم که وقتی کاربرها رمزوبور یکسان وارد کردند هش متفاوتی دریافت کردند چرا سلتمون متفاوت بود برای این کار ما باید سلتمون رو داخل اون هشمون داشته باشیم تا بتونیم توی وریفای اون رو تایید کنیم داشته باشیمش کار کردیم اومدیم یه یه وری تعریف کردیم یه متغیر اوت بایت سی رو تعریف کردیم و بهش سایز دادیم چند سایزش 16 بایت اینجا 32 بایت اینجا و یه بایت هم خودمون گذاشتیم تقریبا 49 بایت خب ایندکس سفرامش رو خودمون توی این خط گذاشتیم صفر. برای فرمت خب بعد اون از کلاس بافر استفاده کردیم بافر چی کار میکنه ببینید اینجا کپی میکنه بافر برای بایت ها استفاده میشه عملیت بایت ها اینجا مثلا کپی کردیم ببینید بلاش کپی استفاده کردیم گفتیم که از ایندکس سوم سلت کپی کن از ایندکس سفروم یعنی کل سلت رو کپی کن و بریز کجا از ایندکس اول اوتپوت بایتس به بعد چند تا بریزم گفته به این تعداد یعنی 16 بایت بیس خب من ایندکس سفروم رو این قرار دادم و از ایندکس اول تا ایندکس 16 هم رو هم خود سلت رو قرار دادیم درست؟ پس موند از 17 تا 39 و اون رو کار میکنیم؟ اون رو هم اومدیم کپی کردیم سابچه امون رو همون پسورد 8 شده همون رو چه 32 بایت بود خب اینجا هم 32 بایت زا داریم که درسته؟ پس اومدم گفتم چه کلش رو یعنی از ایندکس سفرم سابچه ای کپی کن و بریز کجا بریزم؟ گفته که از 17 به بعد از ایندکس 17 به بعد توی اوتپوت بایتز کپی کن چند تا کپی کنم کل ساب چیلنس رو کپی کن یعنی 32 بایت کپی کن و در آخر هم خود اوتپوت بایتز رو برگردوندیم این بود یعنی من وقتی یه پسورد رو میخوام هش کنم دوازده رو هش کنم شامل سلت و پسورد هش شدم هستش این کل هش پسورد ما بود متد هش پسورد ما بود خب حالا بریم سراغ وریفای کردن اون ببینید من اینها رو از کامنت در بیارم برای وریفای کردنشه خب اینجا چی کار کردیم گفتیم که پسورد رو وارد کن فکر کنید اون کار اومده اینجا رو بده تا ببینم درسته یا نه بعدش هم گفتیم که داخل پسورد یک سخیره کردیم بعد گفتیم که این دیجه از کاربر نمیخوایم اینو برای این چه اینجا تست کنیم آوردیم اینو از بانج اطلاعاتی میاریم و چک میکنیم و این رو هم داخل هش پسوردمون نجهداری کردیم درست خب بعد گفتیم که برو ببین این هش درسته یا نه این پسورد ها با هم درسته یا نه بریم سراغ وریفای هش پسوردمون متدمون رو باز کنم تا اینجا چه همون بالاست فقط تعریف کردیم برای خانه یک کد هست و جدا این رو میتونستیم توی همین کد ها هم توی همین یه خط هم بنویسیم فقط برای خانایی یک کد هستش اینجا تعریف کردیم و اینجا هم گفتیم که ما یه ساختاری داشتیم دیگه 39 بایت بود اینجا هم که اون رو چک کردیم اگه از اون ساختار پیروی کرد میریم سراغ بعدی اگه نه چه کلن اشتباهه خب اینجا فقط اون چک کردیم بعد اومدیم از بافر دوباره استفاده کردیم اونها رو جدا کردیم گفتیم که از هش پسوردمون که 49 بایت هست از ایندکس اولش چون ایندکس سفرم رو خودمون اینجا بهش دادیم این ایندکس اولش کپی کن و بریز توی سلت از ایندکس سفرم سلت بریز چند تا بریزم گفتیم که به تعداد سلت دات لنس بریز یعنی 16 بایت بریز خب این ما اینجا سلت رو داریم البته توی این متد دیگه نیازی نبود ولی اینجا داریمش بعد اومدیم چیکار کردیم گفتیم که expected subject اینجا کردیم برای اینکه اون هش رو داشته باشیم خب بعد اومدیم یه از ایندکس اول هش پسورد کپی کردیم از ایندکس اول نه از ایندکس 17 هم. چون از ایندکس 17 هم بود دیگه هش پسوردی که بالا گذاشتیم از ایندکس 17 هم هش پسورد کپی کردیم ولی کتیم داخل از ایندکس سفروم اکسپیکتد سب چیک یعنی کلش رو ریختیم اینجا چند تا 32 ایود... اه... بایت 32 بایتی بود چه ببینید اینجا سب چیک لنسمون 256 بیتی بود دو بایتی بود خب و بعد اومدیم گفتیم چه؟ آیا داخل این متغیر ریختیم خب گفتیم آیا این متغیر با اون متغیر ورودی یکسان هستش اجه یکسان هست ترو اجه نیست فاس رو برگردون خب اینجا تست میکنیم من دوازده رو وارد میکنم این هش ما هستش کپی میکنم حالا فکر کنی کاربر اومده میگه چه پسوردت رو وارد کن کاربر میگه دوازده بعد این هش پسورد رو هم از کجا میگیریم از بانچ میگیریم بانچ هم این رو بهمون همون داد میگیم که آره درسته تو رو پس پسوردت درسته حالا یه بار دیگه یه اشتباه بزنیم این بار من دوازده میزنم خب کاربر رمزش رو اشتباه وارد میکنه هش پسورد همشه از بانچ اطلاعاتی دریافت میکنیم جفاز اشتباهه اشتباه و کار بر اجازه ورود نداره و این بود حش کردن پسورد که توی داکیومنت مایکروسافت هم هست میتونید برید و مشاهده کنید تا های بعدی خدا نجات داشت